زنی که بچه دار نمی شود نباید کنیز شود. جهانتاب هر روز با شکنجه و زخم زبان می گذراند و مورد طعنه اطرافیانش قرار می گیرد که زن نازاست. جهانتاب واقعاً از این که نازاست رنج می برد و در دلش روزی هزار بار مرگ را آرزو می کند. اعضای خانواده شوهر جهانتاب و اقاربش که به خانه آنها می آمدن این زخم زبان ها و کنایه ها را بیشتر می کردن. بدون این که بدانند واقعاً آیا جهانتاب نازاست یا شوهر او هم در این نازایی می تواند نقشی داشته باشد. پس ادامه را با ما همراه باشید. هفده سال را در انتظار داشتن فرزند سپری کرد، اما فرزند ندارد. این نداشتن فرزند سبب می شود که از عشق و مهر شوهرش محروم شود. نه تنها که از عشق بلکه از توجه شوهرش نیز محروم می شود و مورد به حرمتی ها و خشونت های زیادی هم قرار می گیرد. جهانتاب 30 و چند سال دارد. 15 سال قبل با مرد ازدواج می کند، ازدواجی که به رضایت خودش نیست و سبب متحمل شدن بسیاری از بدبختی ها و شکنجه ها برای جهانتاب می شود. جهانتاب در 1 یا 2 سال اول ازدواجشان مشکلات زیادی در خانواده شوهرش ندارد، اما با گذشت 2 سال و مادر نشدنش در این 2 سال زندگی مشترکشان برایش مبدل به جهنمی می شود. شوهر و خانواده شوهرش او را مورد سرزنش قرار می دهند و می گویند زنی که نمی تواند بچه دار شود تنها به درد کنیزی می خورد. جهانتاب با جثه کوچک و داستان رز و ظریفش هر روز زیر فشار سنگین کارهای خانه درد طاقت فرسایی را تحمل می کند. او می بایست هر روز توقع و خواسته های تمام اعضای خانواده شوهرش را برآورده می ساخت. و در واقع او دیگر تبدیل شده بود به یک کنیز تمام عیار برای خانواده شوهرش که این وضعیت سخت و جانکاه بود. کارهای شاقه و طاقت فرسایی که با وجود تمام سعی و تلاش جهانتاب و همیشه یکی از آن صدها کار ناتمام میماند و همین ناتمام ماندن کارها سبب میشد که جهانتاب از سوی اعضای خانواده شوهرش توهین و تحقیر شود و در بیشتر موارد رفتارها و خشونتهای کلامی اعضای خانواده شوهر با لد و کوب جهانتاب همراه می شود. جهانتاب هر روز را با شکنجه و زخم زبان می گذراند و مورد طعنه اطرافیانش قرار می گیرد که زن نازاست. جهانتاب واقعاً از این که نازاست رنج می برد و در دلش روزی هزار بار مرگ را آرزو می کند. اعضای خانواده شوهر جهانتاب و اقاربش که به خانه آنها می آمدن این زخم زبانها و کنایه ها را بیشتر می کردن. بدون این که بدانن واقعاً آیا جهانتاب نازاست یا شوهر او هم در این نازایی می تواند نقشی داشته باشد. این منوال ادامه دارد و اگر گاهی هم که جهانتاب پیشنهاد رفتن به دکتر و انجام معاینات را می کند، شوهرش با بدزبانی به او می گوید که ارزش رفتن به دکتر و هزینه کردن را ندارد. 10 سال را همین گونه می گذرانند و در اواخر 10 سال اول شوهرش حتی دیگر برای او مصارفش را هم تأمین نمی کند و خودش به مالیزی می رود. مرد قبل از رفتن به این مسافرت جهانتاب را از خانه اخراج می کند و به خانه پدرش می فرستد. جهانتاب با ناامیدی 5 سال را در خانه پدر با امید این که شوهرش امروز یا فردا می آید و او را با خودش می برد صبر می کند. روزها همینطور ماها و سالها پشتر هم می گذرد. اما شوهر او هیچ سر نخی نیست و در این 5 سال حتی برای جهانتاب 1 پیام تلفنی هم نمی فرستد و تماس هم با او نگرفته است. مدتی بعد از گوشه و کنار زمزمه و حرف و حدیث های نیز به گوشش می رسد که شوهرش در مالیزی ازدواج دوم کرده است. پس زمانی هم که جهانتاب خواستار جدایی از شوهرش می شود، خانواده شوهرش به او می گویند طلاق ننگ است برایشان و حاضر نیستند که اجازه بدهند پسرشان او را طلاق بدهند. بنابراین جهانتاب باید همه این سختی ها را تاب بیاورد به خاطر این که او نازاست و نتوانسته برای شوهر و خانواده شوهرش طفل بیاورد. اما بعد از 5 سال به سرنوشتی کاملا حالا جهانتاب خواسته است که پرونده شکایت را به خاطر جدا شدن از شوهرش که او را رها کرده است و خیلی سال پیش او را در چنین شرایط سرگردانی و بلا تکلیفی قرار داده
پیگیری کند تا بتواند روز حکم جدایی خود را از شوهری که او را تنها گذاشته بگیرد. از این که شوهر جهانتاب بیشتر از 5 سال دور از زنش بوده و هیچ خبری از او نیست، پس جهانتاب هم شامل حالت جدایی به سبب غیابت می شود و بعد از سپری کردن شماری از مشکلات در نهادهای عدلی پروندهش به دادگاه می رسد. دادگاه پرونده را به نفع او صادر می کند و او را به سبب غیابت شوهرش مستحق حکم جدایی می داند. جهانتاب با تحمل بیشتر از 10 سال شکنجه و همچنان بیشتر از 5 سال به سرنوشتی به قیمتی از دست دادن جوانی و سلامت روانیش از این ازدواج اجباری رهایی می‌یابد و می‌گوید که حالا دیگر می‌تواند به آینده‌اش امیدوار بماند.